ممنون از همراهیتون هموطنان نازنینم، یک بار دیگر عید شما مبارک باشه. باز هم مهماندار هستیم، مهمان بسیار عزیز را دعوت کردیم، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد با خود داریم. سلام، عید شما مبارک، صفا آوردین. سلام عزیزان، تبریک. سلام بر شما و بر تمام بیننده ها، سلام های خود تقدیم میکنم و عید مبارکی میگم. باید بسیار تیز صحبت کنیم که بشنویم یک سلام بسیار مرحب کنیم. خیلی خورسند هستیم انسی که آقای هوتک شما را با خود داریم. عزیز بگوین که عیدتان چقدر تفاوت یا چقدر متفاوت بود از عیدهای گذشته ایتان؟ شکر الحمدلله، عید بسیار خوب. خوش هستم که با فامیل محترم، با هموطنان عزیز خود، با شما یک جا عید را با پیش میبریم، تجلیل میکنیم و این سه روز که فعلا به حساب دیگه بگویم که اوربند است، آرزو دارم که دایمی شوه، خداوند صلح بیاره در وطن ما، که ما شما در فضای خوب، در فضای بسیار آرام زندگی خود را با پیش ببریم. انشاءالله. در روز خوشی که روز عید است نه، بیا نویدای خوش کرکت بردم بر ما بگو که چی نویدای خوش داشتین. بله، الحمدلله ما با مثل همیش باز هم دستاوردهای داشتیم. با افتخار بند کمال خان مسابقات داشتیم در میدان کابل که ما چند وقت پیش در برنامه شما یادآور شده بودیم که زمین را به دست آوردیم با حکم رئیس جمهور، که رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان محترم فرمانی سوزه یک درخواست کرده بود زمین را به دست آوردیم. کار عملی از میدان شروع شده که چهار دیوالی از میدان در حال تکمیل شدن است و کار عملی شروع شده. در ولایت ننگرهار که ما میدان شهید نجیب الله ترکه داشتیم، کارش آغاز شده. شاید شما در جریان باشین، در برنامه تان ما یادآور شده بودیم که کار از او با مشکلات روبرو بود، مشکلاتی بود که ما با او روبرو بودیم، اما خوشبختانه که مشکلات را حل کردیم، کارش آغاز شده، تقریبا 25% کارش تکمیل شده. و همین قسم در ولایت های دیگه افغانستان مانند میدان وردگ و ولایت های دیگه افغانستان در بخش میدان ها کار کردیم و همچنان در حدود 100 شکایت را که ما به دست آورده بودیم، این شکایت را پیگیری کردیم و مشکلات هموطنان ما از بازیکنان را حل کردیم. از البته این شکایت ها سه ماه بیسو به کرکت بورد افغانستان رسیده بود و همین قسم مشکلی که در ولایت پکتیا به وجود آمده بود در عرصه میدان و بخش های دیگه بود، خوشبختانه که یک کمیته تشکیل شده از طرف رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان محترم فرانی سبزه که باز بعد اونجا ما رفتیم با مردم نشست های داشتیم، صحبت های داشتیم، مشکلات را شنویدیم و بعد راه حلش پیدا کردیم که مشکل هم بخیر حل شد. و همین قسم با زیمبابوه و ارمنستان مسابقات داشتیم که خوشبختانه مسابقات را پیروز شدیم، برنده شدیم. و باز هم یادآور شوم که در یه آخر در اداره کرکت بورد افغانستان تغییرات خوبی به وجود آورده شده است که رئیس اجرایی کرکت بورد افغانستان نو شده بخیر، جناب دکتر حامد شینوار، که اونا در عرصه کرکت تجارب بسیار زیاد دارن و همین قسم برتون گفتم میتونم که تحصیلات عالیشان تا دکترا میباشه و میتونن که اداره را به شکل خوب مدیریت کنن و به پیش ببرن. در عرصه اقتصادی برنامه بسیار خوب دارن و همچنان در ترکیب تیم ملی و ترکیب تیم های دیگه افغانستان برای بازیکن های جوان کار میکنن که فرصت های خوبی به وجود بیاد. و همین قسم سیستم را به گفته آنها که میخوان که تمام سیستم دیجیتال شوه و به شکل خوب، قسمی که ما یک کشور فول ممبر هستیم با شورای بین المللی کرکت، همان قسم ما برنامه ما هم به شکل بین الملل بسیار به شکل درست خوب به پیش ببریم. انشالله. خب آقای هوتک، میخوایم بپرسیم از شما که فردا چی تصمیم دارین؟ میرین به دیدن عقارب یا کدام تصمیم دیگه است؟ فردا هم قسم که امروز با شما میمان هستیم در سه تلویزیون دیگه میمان هستیم، با رسانه هستیم بخیر و همین قسم کوشش میکنم که با فامیل باشم، با دوستا باشم، با کسایی که تا حال نرسیدیم به عید مبارکیشان کوشش میکنیم که به عید مبارکیشان بریم و با دوستا یک جای باشیم. همین روزهای ما شماست که خوشی کنیم و خداوند همیش ما شما را خوش داشته باشه. انشالله بخیر باشی. آقای اوتک، از اینکه تشریف آوردی ممنون، از صحبت هایتان آگاه شدیم. اگر کدام حرف پیام باقی مانده بفرما، کامرا در خدمت. په اخر کې به زه یو پیغام ورکړم چې زموږ خلک باید دا ټولنیز نزاکتونه مراعت کړي، چې بدبختانه دا ټولنیز نزاکتونه زموږ ډېری خلک نه مراعتوي. لکه په سرک کې تاګ او د یو خور سره مخامخ کېدل څنګه په شکل باندې وشي، یا د ترافیکي سیستم څنګه مراعت شي، نورې کومې برخې چې دي دا څنګه په ښه شکل باندې مراعت شي. ګورئ، موږ تاسو ډېری وخت د ګډو ستونزو سره مخامخ کېږو، باید موږ یو بل ته خپله خوشحالي ورکړو.
زه باید تا ته خوشحالي درکړم، تاسو هغوی ته خوشحالي ورکړئ، هغوی بل ته خوشحالي ورکړئ. نو دغه رقم باندې انشاءالله کولی شو چې ذهنا ارامه شو او ښه ژوند وکړو. بخیر، مننه تاسو. اوس هم یو دمه لرو، بیا هم موږ سره اوسئ او یوازې پرې نږدئ.